سلام عزیزان، روزتون بخیر. مونا برقعی هستم از کارگروه بهداشت و سلامت روان کمیته ایرانیان کانادا. دو هفته پیش در خدمت خانم دکتر گرامی بودیم درباره مشکلات نوجوانان پس از مهاجرت. امروز دومین قسمت برنامه با خانم زهرا فتورایی عزیز هست. چهار هفته پیش خانم زهرا فتورایی برای ما توضیح دادن درباره نشانه های یک رابطه عاطفی که رو به زوال یا شکست یا جدایی هست. امروز ازشون دعوت کردیم که راههایی رو به ما معرفی کنن که بشه این رابطه رو به زوال رو در واقع برگردون یا شاید اصلا در ابتدا از یک همچین اتفاقی جلوگیری کرد. من خانم زهرا فتورایی عزیز رو دعوت می کنم که به ما ملحق بشن. سلام مونا جان. سلام عزیزم، صبحتون بخیر. صبح شما هم بخیر، متشکرم. خوب هستید؟ خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستیم. من خواهش میکنم که شما خودتون ادامه بدین چون وقت برنامه متاسفانه کوتاه هستش، بتونیم بیشتر از حضور شما استفاده کنیم. میکنم، خیلی لطف دارید، خیلی ممنونم. فکر کنم شما یه مختصر فرمودید که چهار هفته پیش سابقه قسمت اول این صحبت رو شروع کردیم که بی مقدمه میرم سراغ اون. اولیه خلاصه بگم، چهار هفته پیش راجع به نشانه های زوال رابطه عاطفی گفتیم که هفت نشانه رو، شروع خشن، بعد استفاده از چهار خرابکار رابطه عاطفی که میشه انتقاد و توهین و تدافعی برخورد کردن و قهر و بیخیال شدن، سومی هست لبریز شدن و آشوب درونی، چهارمی نشانه های بدن که وجود داره نشون میده که ما در واقع رابطمون داره به سمت خرابی میره، پنجمی تلاش های ما برای ترمیم رابطه هستش که در واقع شکست میخوره، ششمی این هستش که خاطراتمون از گذشته تبدیل به خاطرات بد میشه، حتی خاطرات خوب رو به صورت منفی به یاد داریم، و هفتمی و آخری هم اینه که نسبت برخوردهای مثبت به منفیمون از 5-1 میاد و کمتر میشه. امروز میخوام که دفعه پیش راجع به دونه دونه اینها، راجع به پادزهرهای این اتفاقات، این نشانه ها هم صحبت کردیم. امروز میخوایم هفت تا راهکار بگیم برای اینکه چطوری این رابطه رو بیاییم مستحکم تر بکنیم، و این هفت تا راهکار رو توی سه تا در واقع قسمت مختلف میخوایم بیاریم. قسمت اولش در واقع اون زیر مجموعه این هستش که چطوری چشمنداز یا دیدگاه مثبت نسبت به همدیگه بسازیم. قسمت دومش منیج کردن و مدیریت کردن دعواهامون. در واقع از یکی از زوجایی که 50 سال بود با هم زندگی خوبی داشتن، یکی جوونی میپرسه که شما چطوریه که هنوز با هم خوبین؟ من میگم ما بلدیم با هم چطوری دعوا کنیم. یک نکته بسیار مهم توی حفظ و استحکام رابطمون. و سومین کاتگوری یا قسمت هم ساختن معنی مشترک زندگی است. باز بی مقدمه بریم سراغ قسمت اول که دیدگاه و چشمانداز مثبت درست کردن. اول بذاریم تعریف کنیم ببینیم دیدگاه و چشمانداز منفی داشتن نسبت به همدیگه چیه که حالا ما باید مثبتشو بسازیم. این تفاوت بین اون برداشت یا از کلمه پرسپشن استفاده میکنیم، درونی ما با اون چه که در واقعیت خارج هست، اونی که دیدگاه ما نسبت به رفتار، نسبت به گفتار، نسبت حتی افکار طرف مقابلمون ناخواسته میره به سمت منفی شدن، اصلا گاهی کنترلی نداریم، یه اتفاق کوچیکی میفته ما سری منفی ترین برداشت میکنیم، او مگه منظور این منظور بدو داشت، و این وقتی دیدگاه منفی میشه رابطمون میره به سمت زوال. متاسفانه هیچ چیز مستقیمی نداریم که بیان بگیم نه فکراتو مثبت کن نسبت به طرف مقابل. این راهکار ما نیست. سه تا عامل هست، سه تا روش هستش که میاد به ما کمک میکنه که این دیدگاه مثبت رو ما در واقع بسازیم و ادامه بدیم، چون ادامه دادنش بسیار مهمه. اولین هستش که بیایم تا جایی که میتونیم شناخت داشته باشیم از هم دیگه، به
جزئی ترین ریز ترین قسمت های درونی همدیگه آگاهی پیدا کنیم، همدیگه رو تا جایی که میتونیم بیشتر و بیشتر بشناسیم. بهش میگیم تقویت نقشه عشق، شناخت بیشتر همدیگه. اون قسمت از مغز ماست که طرف مقابلمون رو توش میشناسیم، توش میبینیم که جزئیات ریز بریز، حتی اتفاقات و خاطرات گذشته، احساسات فعلی، اهداف آینده، دونه دونه ریز بریز در مورد همسرمون هی میخواییم ریز بشیم و آگاه بشیم و بیشتر و بیشتر بشناسیم. اگر نتونیم یا نشناسیم طرف مقابلمون، در واقع اون موقع نمیتونیم انقدری دوست بداریم این شخص رو. خیلی مهمشه که تا جایی که میتونیم هی آگاهانه بریم به سمت شناخت بیشتر، و توی این شناخت قدرت نهفته است، به خاطر اینکه این خواهد اومد توی مشکلات و دعواها یکی از کمککارهای اصلی ما خواهد بود. وقتی ما مسئله استرس ها داریم با هم در واقع جر و بحث میکنیم، یه سری پرسش نامه هست که به ما میتونه کمک کنه. اگر از عزیزان علاقه داشته باشن میتونن پیغام بدن که من این پرسش نامه رو بفرستم، که ریز ریز مثلا 60-70 تا سوال هست یا بیشتر که میپرسیم که ما بتونیم که بشناسیم طرف مقابل. دومین، پرورش تحسین و عشق متقابله. ما اگر عشق، احترام و تحسین متقابل نسبت به هم دیگه نداشته باشیم، نمیتونیم یک رابطه خوب بسازیم. و این میتونم بگم مهمترین 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 و چیزی که هر روز هر روز باید تمرین بشه تا بتونیم این رابطه رو مستحکم و خوب بسازیم و ادامه بدیم. ما گاهی شخصیت چیزای خصوصیات مثبت طرف مقابلمون گاهی از یاد میبریم، ولی خیلی خوبه که دائم بیایم اینا رو با همدیگه به اشتراک بذاریم. اون عشقی که به همدیگه داریم، به هر طریقی شده، به هر نحوی شده، این علاقه رو به همدیگه نشون بدیم. این احترام و عشق یکی از بهترین پادزهرهایی هستش که اون چهار خرابکار رابطه رو، اون تدافعی، برخورد کردن و قهر کردن و همه اونا رو در واقع میتونه توی خودش بیاد حل کنه و اونا رو به حالت مینیموم برسونم. اگر زوجی بیان به ما مراجعه کنند که بسیار مشکل زیاد دارن، اگر ببینیم که عشق هنوز بین اونا وجود داره، امید بسیار زیادی برای حفظ اون رابطه هست. یکی از راههایی هم که میتونیم تشخیص بدیم که این عشق هنوز هست اینه که اون موقعی که میبینیم که خاطرات گذشته هنوز به صورت مثبت توی ذهنشونه، پس من خدا که اگر خاطرات گذشته تبدیل به چیزای منفی شد، بسیار علامت بزرگیه که ما نیاز به دریافت کمک از شخص بیرونی داریم. خب این شد دوتا اولی. سومی هستش که به سمت همدیگه متمایل باشیم، یعنی نیازهای همدیگه رو مثبت و خوب جواب بدیم. من از شما بپرسم مونا جان، در نظر بگیرید موضوعی هستش که شما هیچ علاقه نسبت بهش ندارید، حالا مثلا بگیم که چیزای ورزشی، نمیدونم، حالا من شما رو نمیدونم، خودم رو دارم میگم، مثلا ماشین، چیزایی که آقایون گاهی یا همسر شما نسبت بهش علاقه بیشتر داره، اگه ایشون یه چیزی بگه او مونا ببین مثلا مسی چه گلی زد، شما در واقع واسهتون هیچ اهمیتی نداره، به نظرتون اینی که اهمیت ندید چه تأثیری میتونه توی رابطه شما داشته باشه؟ والا قطعا اتفاق خوبی نمیفته، چون ببینید حتی تو روابط خواهر برادری دوستی هرچی این نقاط مشترک، این در واقع اون جاهایی که آدم ها با هم خوشحالن میخندن، هرچی اونا کم میشه آدم ها از هم بیشتر فاصله میگیرن. طبیعتا باید یه جوری باشه که یه تعادلی برقرار بشه بین این دوست داشتن ها، سلایق. فکر میکنم که یه جوری باید یه راهی پیدا کرد این به این یه جواب مثبتی داد.
دقیقا منتظر این جواب مثبت بودم. گاهی ما نمیتونیم علاقمون رو 100% مشترک کنیم. گاهی مثلا من هر کاری میکنم علاقم نسبت به نوع و مدل ماشین ها و اینکه چجوری کار میکنه این ماشین چیه و اینا تا یه حدی بیشتر نمیره، ولی برای طرف مقابلم چیزی که بسیار علاقه زیادی دارن و خیلی دوست دارن راجبش ببینن و بخونن، و وقتی که ایشون یه ما اسم این کار رو میگیم تمنای وصال، یه نخ کوچیک میندازه سمت من راجع به هورس پاور موتور فلان ماشین به من میگه، چیزی که شاید برای من کوچکترین اهمیتی نداره، من کوچکترین علاقه ندارم. اگه من بیام این رو در نظر چیز ایگنورش کنم، اگه بیام ایشون رو بگم من چه مثلا من اهمیتی نمیدم، این در واقع انگار یه نخی که ایشون فرستاده بود برای ارتباط برقرار کردن رو من نگرفتم ازشون، و کاملا برعکسش هم درست هست. به هم خود این خیلی مهم میشه که ما تمنای وصال همدیگر رو جواب مثبت بدیم، و از خیلی نخهای کوچولو کوچولو تشکیل میشه ها. این دقیقا یه نخ ابریشمیه، هی میندازم من میندازم طرف سمت مقابلم، من مثلا به کتاب روانشناسی خیلی علاقه دارم، همسرم از اون طرف اینجوری هم که خب آره عالی، خب بالاخره رشته تو، من با هیجان یه موضوعی رو تعریف کنم، شاید ایشون انقدری هم نه تو باغ باشن، ولی میان با همون هیجان میشینن به من گوش میدن. این دریافت مثبت گرفتم برای اون تمنای وصال هستش که من زوج احساس میکنم، و این سه تا عامل با هم دیگه، این سه تا اصل و راهکار هست که با هم دیگه جمع میشه، بعد دیدگاه مثبت ما رو نسبت به هم دیگه میسازه. وقتی شناخت و درک بهتر و بیشتری داریم، نقشه عشق هم دیگه رو تونستیم مپ کنیم، درست کنیم، و توی وجودمون این آگاهی رو داریم از آرزوها و رویاهای طرف مقابلمون در جریانیم. وقتی که دائم در حال عشق دادن به هم دیگه هستیم، چیزای کوچولو کوچولو، لزومی نداره یه عشق خیلی گنده در مثلا چون هم یه کادوی خیلی الماس بسیار بزرگی بیان بدیم، نه، همون دادن محبت های کوچولو، مثلا از کنار همسرم رد میشم دستم بذارم روی شونش، در این حد کوچیک، همه اینا بخاطر اینکه ریز ریز جمع میشن و اون محبت بزرگ رو میسازن. و سومی هم که دوباره میگم اینه که تمنای وصال همدیگر رو با هم جواب مثبت بدیم. گاهی اتفاق پیش میاد که ما یا در نظر نمیگیریم، مثلا طرف مقابلم یه های ماشین دیده میگه او ببین این ماشین رو من اصلا اهمیت نمیدم، خب که این خودش مخربه، و گاهی وقتی که رابطه‌مو میره به سمت زوال اونجوری میشه که میام حتی اونو مسخره میکنم، یا میتونم بگم بابا ولم کن دیگه، این همه ماشین ماشین دیگه، من نمیدونم راجع به ماشین، ول کن. و وقتی این اتفاق میفته اون رابطه‌مون داره به سمت خراب شدن میشه. این کار یه جوری اعتماد ما به همدیگر رو داره بیشتر میکنه، درست میکنه که اوکی ما من میتونم به تو اعتماد کنم، با وجودی که موضوعی هستش که تو علاقه خاصی هم شاید بهش نداری، ولی تو اون کسی میتونی باشی که من بیام بشنم باهات راجع بهش صحبت کنم، نیاز مثبت بفرستم به سمت تو و جواب مثبت بگیرم از تو، و این یه عاملی میشه که زندگی شادتر میتونیم با هم بسازیم، و شادی توی زندگی یکی از عاملهای پایداری و استواری زندگیمونه در لحظات سختی که میتونیم بهش اتکا بکنیم. ببخشید جانم، میخواستم راجع به همین موضوع سوالیه یه نکته رو مطرح کنم که خب این نقشه عشق که فرمودید که و همین نکات مثبت، در واقع اینا مثل یک ذخیره برای روز دعوا، درسته؟ دقیقا. ما ببینید مثل اینه که بگم وقتی یه پیانیست میشه، 10 دقیقه قبل از اون تمرین اون اجرا پیانو رو شروع نکرده، ریز ریز روزی 1 ساعت، روزی نیم ساعت، روزی 4 ساعت تمرین کرده. همین اتفاقی که روی رابطه ما میفته، ما رابطمون وقتی میفته توی یه چلنج، توی یه چالش اساسی، همون کارهایی که تو اون چالش انجام میدیم نجات دهنده ما نیست، بلکه اون تاریخ و سابقه ای که با هم ساختیم، اون عشق، اون شناختی که با هم درست کردیم هست که
نجات دهنده رابطه ما میشه. به همون خاطر بسیار مهمه که روزانه هر ساعت بگم ما به فکر این باشیم، به فکر درست کردن. اصلا اینجوری نیستش که ما یه روزی بله رو گفتیم پس این اثبات عشق من به تو بود و تمام میره دیگه، ما پس این عشق رو به هم داریم. بلکه هر روز و هر روز با روش های دیگه، با روش های بسیار حتی گاهی کریتیو و خلاقانه میخوام که به هم دیگه بگیم که دوستت دارم. مرسی، خیلی خواهش ممنون. میکنم. بله، اینجوری انتخاب میکنیم به سمت هم باشیم، یعنی از همدیگه دور نیستیم. انتخاب میکنم که من بیام به سمت تو باشم. قسمت دوم، بعد گفتیم که بعد از اینکه این دیدگاه مثبت رو تمرین کردیم برای درست کردن، یه قسمت دیگه میره دعواهامونه چطوری با هم هندل کنیم، با هم منیج بکنیم. برای اونم چند تا باز الان اصول کارآمد میخوایم با هم راجع بهش صحبت کنیم. یکی از مهمترین اونها چیزی که بهش میگیم که پذیرفتن، تاثیر پذیرفتن از شریک زندگیتون. حالا این یعنی چی؟ این حرفا که من میگم همشون نتیجه یه عالمه در واقع مطالعه و بررسی بدون چیز بوده، یعنی چجوری بگم، اینه که آقا خانم توش در نظر نگرفتن، فقط نتیجه بررسی ها رو گذاشتن و دیدن 80% موارد وقتی آقایون اجازه نمیدن که قدرت توی زندگی تقسیم بشه، زندگی میره به سمت زوال. در نتیجه اجازه برای تأثیر پذیرفتن یه مقدار زیادی بیشتر میفته دوش آقایون که این تمرین رو بیشتر بکنن که قسمت کنن قدرتشون رو توی این زندگی. البته خب این یه حالت تاریخی داره، نسل های گذشته در قرن ها قرن ها وظیفه مرد بوده که زندگی رو، مسئولیت زندگی رو بر عهده داشته باشه و تعریف نقش به نوعی بوده که آقایون تصمیم گیرنده اصلی بودن. ولی توی چند نسل اخیر یهو این تعادل به هم ریخته، خانم ها خیلی بیشتر وارد تصمیم گیری های زندگی شدن، خانم ها خیلی بیشتر مسئولیت زندگی رو مجبور شدن، یا حالا به هر دلیلی اومده رو دوش خانم ها و تصمیم گیری های بیرونی بیشتر، منظورم نه طبق رول سابق که فقط وظیفه خانم منزل بود و بچه ها. خانم ها بیشتر از 65% الان خانم ها هم شاغل هستن، ولی طبق نتیجه داده ها همین الان هم آقایون براشون سخت تره که این تقسیم قدرت رو بکنن و توی زندگی هایی که برای آقایون سخت تره تقسیم قدرت کنن یا توی تصمیم گیری ها نظرات همسرشون رو در نظر بگیرن، خیلی آروم ریز ریز ولی 100% رابطه به سمت خرابی میره. البته نمیگم فقط وظیفه آقایونه، مسلما وظیفه جفت طرفا هست، فقط اینا، این چیزی که میگم اینا نتیجه اطلاعات دیتا یعنی آزمایش ها بوده که اینجوری شده. یعنی خانوم ها اینجوری بودن که بیشتر احساس طرف مقابلشون رو و نظر طرف مقابل رو توی تصمیم گیری ها وارد میکنن. به معنی نیست عصبانی نمیشن، شاکی نمیشن، نه اصلا، فقط دیتا نشون میده که خانوم ها یه مقدار بیشتر فلکسیبل تر هستن در مورد شیر کردن، تقسیم کردن این قدرت. به همون خاطره که این تمرین خیلی بیشتر میفته به عهده آقایون که بسیار آگاه تر باشن به اینه که هر چقدر من بتونم احساس و نظر طرف مقابلم رو بیام دخیل بکنم تو این تصمیم گیری های زندگی، همونقدر زندگی شیرین تر و جذاب تری میتونیم بسازیم به جای اینکه بیام کاملا خودم رو ببندم برای اینکه خب این مسئولیت منه، حرف منه، این حرف آخر، دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. شاید سالها بگم مثلا نسلها قبل این روش جوابگو بوده، خانم ها بیشتر پذیرای این روش بودن و آقایون براشون اوکی بود، ولی الان تو جامعه امروز برای بسیاری از زوجها یکی از مشکلاتی هستش که الان مثلا حتی گاهی ناخواسته برای ما به وجود میاد.
من ببخشید زمانمونو چک کنم که اینقدر مطلب زیاد بود، من هی نوشتم هی خط زدم هی نوشتم هی خط زدم که زمان کم نیاره. تحقیقا نشون داده اصلا نیازی نیست آقایون بیان همه قدرتشون رو بذاره پایین بگن که اوکی الان همه تصمیم گیری یا با تو به هیچ وجه. فقط اینه که همونطور که شاید سر کار با شریکشون چطور اجازه میدن این قدرت تصمیم گیری تقسیم بشه، اجازه میدن این نظرات شنیده بشه، این احساسات بیاد مطرح بشه و با توجه به نظر همه اون جمع که شاید همشون مردن تصمیم گیری بشه، همین رو بتونیم بیاریم وارد زندگیمون بکنیم. یکی از چیزهایی که هست این حس نیاز به سر بودن و قدرتمند بودن باعث میشه که توی اختلافی که به وجود میاد منفی‌گرایی رو آقایون بیشتر ببرن بالا. این وقتی یه اتفاق میفته یه برخورد منفی به وجود میاد و اینا فقط صرفا نتیجه داده ها هستش، اصلا نمیخوام به قول جنسیت نوع جنسیتی نگاه کنم به قضیه، اینو به عنوان یه مسئله موضوع برای آگاهی دارم میگم که بتونیم بیشتر و بیشتر خودمون ببینیم، من مرد ببینم که توی این برخورد چه اتفاقی داره میفته و منفی گرایی رو وقتی من بیشتر و بیشتر میکنم. دیتا نشون داده که خانوما یاد مچ میکنن همون اندازه که مرد منفی میاد توی اون برخورد، یا همونقدر یا سعی میکنن حس طرف مقابل رو درک کنن و اونو بیارن پایین تر. ولی آقایون یه مقداری بیشتر نیاز دارن که این قدرت رو ببینن و در نتیجه اون رو میبرن بالا. این نیاز بسیار زیادی به آگاهی من به من و نوع برخوردی که توی اون دعوا یا واکنش نسبت به هم دیگه داریم بسیار مهم هستش که با هم در واقع آگاه تر بشن. یه جورایی تسلیم شدن، یه جورایی من انتخاب میکنم که تسلیم بشم، حالا هم مرد هم زن، به جای اینکه این دعوا رو ببریم بالاتر که مطمئنیم نتیجه خوبی نخواهد داشت، تصمیم میگیرم که تسلیم بشم. حالا این میشه یه قسمت از اونی که ما چطوری با توی مواجهه های با هم دیگه توی این قدرت داشتن بیم با هم چیز کنیم، شیر کنیم، قسمت بکنیم. قسمت بعدی میاد ما میگیم که دو نوع دعوا داریم. دعوایی که یعنی اومدیم بررسی کردیم دیدیم که خانوما آقایون هر کدوممون شخصیت های متفاوت، باورهای متفاوت، به هر صورتی بالاخره اختلاف به وجود خواهد. اومدیم همه این نوع اختلاف ها رو بررسی کردیم، دیدیم دو نوع شد. یه سریشون دعواها و مشکلاتی هستند که راه حل دارن و قابل حلن، یه سریشون قابل حل نیستن، یه سریشون اختلافات ماندگارن. اگه من از شما بپرسم به نظر شما این دیتاها درصد رو چجوری تقسیم میکنه؟ چند درصد دعواها قابل حلن؟ چند درصد دعواها اینجوری هستند که ماندگارن و هی میتونن ادامه دار باشم؟ سوال خیلی خوبیه و در این حال جواب به این سوال خیلی سخته، چون فکر میکنم اون دعواهایی که ماندگار هستن برمیگرده به اون مسائل شخصیتی که نمیشه تغییرش داد. یه قسمتشون درسته. حالا من نمیخوام شما رو توی موضوع قرار بدم، ولی اگه بخواین یه درصد بگی فقط میخوام ببینم که حالا اگه دوستانم خواستم بنویسم اون پایین که به نظرتون چند درصد دوام و اینا، و بازم میگم نتیجه داده هاست که یه درصدی شده که این درصد دعواها قابل حلن، میتونیم بشینیم راجع بهش با مهارت هایی صحبت کنیم و حلشون کنیم. یه درصدی هم نه، هی بهشون میگیم perpetual fights، همه شاخ به شاخ میشیم، هی دفعه بهم تبدیل میشه به این آیسبرگ، تبدیل میشه به این کوه یخی که یه عالمه چیز دارم، ادامه دارم. من دوست ندارم به این درصد زیادی بدم. باشه. 10% خوبه. آره. اختلافات ماندگار ما تقریبا 70% دعواهای ما رو تشکیل میده. ایداد بیداد. خیلی بده. و در نتیجه بسیار بسیار
مهم میشه که ببینیم چطوری ما بیایم در واقع اون اختلافات ما به گار رو منج کنیم. الان در واقع اون ما چقدر تا 3 4 تا از اصول رو گفتیم، 5 و 6ش الان برمیگرده به نوع برخورد ما با دعواهای قابل حل و دعواهایی که در واقع حلی راه حلی نداریم واسهشون. حالا از کجا میتونیم بفهمیم که این دعوایی که الان داریم کدوم مدله، آیا قابل حله یا نیست؟ اون نوع دعوایی که ما احساسات بسیار قوی نسبت بهش داریم و انقدر این احساس منفی قوی و زیاد هست که من نمیتونم شفقت و احساس عشق نسبت به طرف مقابلم رو بیارم تو اون دعوایی، به خصوص این دعواها خاطره دارن، بسیار موارد دیگه ای به یادمه. این دعواها اغلب بعد از یه مدتی که ما از زندگی با همون گذشت شروع میکنن به در واقع رو شدن، به خاطر اینکه زمان طول میکشه تا این تبدیل به این کوه یخی بشه و دردناک هستن با هم. یه قسمتی از وجود درونیمون رو انگار مورد هدف قرار میدم. الان به صورت کلی اگر بخوایم بگیم کلید ما برای مدیریت دعوا، اونو جو فقط وسط صحبت بگم، من یه سوال دیدم خیلی سریع که مسیج هارد شد، من سعی میکنم آخرش حتما یه زمانی بذاریم که برای اگر دوستان سوالی داشتن بتونم جواب بدم. خیلی ممنون، سریع گفتم که یه سوالی پرسیده بودم. آره، که یادتون باشه که اونو در واقع با هم صحبت بکنیم. به صورت کلی کلید مدیریت دعوا رو توی 4 تا کلید در نظر میگیریم. یکی این که احساسات منفی خیلی مهمه، این توی هر نوع دعواییه، چه قابل حل غیر قابل حل. احساسات منفیمون رو بشناسیم، ببینیم، من رو ببینم که الان چقدر این احساسات منفی داره توی من غلیان پیدا میکنه و بتونم اون رو آرومش کنم که عشق رو هم خودم هم طرف مقابل. و اینجا اون 3 4 تا 3 تا مورد اولی که گفتیم خیلی مثل همونی که شما فرمودید خیلی مهم میشه که ما این دائم این عشق رو پرورش بدیم. قسمت دوم، کلید دوم مدیریت دعوا اینه که ما قبول کنیم که هیچ طرفی درست نمیگه و هر دو طرف دارن درست میگن. اون موقعی که ما هی میمونیم سر این که اینجوری که من میگم درسته، این تنها راه درسته، طرف مقابل هم که این تنها راه درسته، اون موقع است که ما داریم از هم دیگه هی جدا و جدا تر میریم. اونجایی که بتونیم باز باشیم برای اینکه مسائل رو از دید طرف مقابل هم ببینیم، یا حتی ببینیم که آها راهی که من میرم، فکری که من میکنم، تنها راه درست نیست. مسئله سوم، کلید سوم، پذیرش، 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 پذیرش. طرف مقابلمون با شخصیتش همونطوری که هست بپذیریم، تمرین کنیم دائم این پذیرش رو. چرا؟ مثلا طرف مقابل من آدم بسیار با حوصله، سر صبر کار رو انجام میده، من با عجله تون 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 میخوام سریع اینو تموم کنم. اگر که من بیام هی توی این مسائل مختلف زندگی هی این وجه شخصیت طرف مقابلم رو نپذیرم، هی بخوام یه چیزی راجع به اون عوض کنم، دعواهامون مسلما بدتر و بدتر میشه. و کلید چهارم باز برمیگرده به این که تمرکز روی عشق و عشق و عشق و عشق. عشق داشته باشیم، محبت داشته باشیم، احترام و متقابل داشته باشیم، تحسین کنیم همدیگر رو. هر چقدر اینو بیشتر و بیشتر انجام بدیم، تأثیرش رو توی جای دیگه بیشتر. خب این در واقع میشه یه چیز کلی برای همه نوع دعوایی که ما اینا رو برای همیشه باید در نظر بگیریم. الان اگر بخوایم بیایم چیز رو در نظر بگیریم که مشکلات و دعوایی که قابل حل برای اون، و به هیچ وجه به این معنی نیستش که آسونه، یعنی میتونه کاملا سخت باشه و میتونه قشنگ مخربه به رابطه اون باشه، و همه خاطر نیاز هستش که مهارت هایی کسب کنیم که چطوری بیایم اینا رو هندل کنیم. مهارتش هم کاملا مهارت هایی که در واقع تا الان راجع بهشون صحبت کردیم، ولی الان با آگاهی بیشتر من روی من و این مهارت من کار میکنم. 6 تا کاتگوری داره، خیلی زیاد فرصت ندارم همه رو وارد جزئیات بشم، در نتیجه تیتروار میرم روشون. قبلا هم صحبت کردیم، شروع آرام، شروع آرام، شروع آرام از طرف خانم ها. هر چقدر بتونیم این شروع خشن دعوا رو آروم ترش کنیم، اینقدر بیشتر بحث ما
به نتیجه مثبتی میتونه برسه. از یه طرف دیگه هی بیاییم تعمیر بکنیم، تنش زدایی بکنیم. یه چیزی من گفتم واقعا وسط اوج عصبانیت بود، یه چیزی گفتم سریع ها برمیگردم میگم نه اصلا ببخشید، اصلا منظورم اونجوری نبود. وسط دعوای ما من این ترمیم رو انجام میدم، حتی اگه یادتون باشه یکی از نشانه های زوال این بود که این ترمیم ها دیگه کار نمی کنن. من بعد از اینکه ببخشید رو گفتم، طرف مقابلم بگه که ببخشید تو کاری نمی کنن. بسیار مهمه که این تعمیر و تنش زدایی رو توی حیطه های مختلف با هم تمرین بکنیم. بعد میایم به پذیرش نفوذ. آقایون ما بیشتر تمرین کنن، آقایون و خانم ها. فقط میگم، باز گفتم شروع آرام رو گفتم، خانم ها فقط نتیجه داده ها رو میگم. اوکی، با هم شریک هم باشیم، نفوذ بگیرم از تو، تأثیر پذیر باشم از تو. بعد بیایم سازش کنیم و کوتاه بیاد. بالاخره توی هر دعوایی چیزی خواهد بود که من به 100% خواسته من نخواهم رسید، چون نمیشه هر جفتمون به 100% برسیم. پس یاد بگیریم ببینیم توی چه حیطه هایی، توی چه جاهایی هستش که من میتونم کم کوتاه بیام. چرا؟ که با هم برسیم به اون مخرج مشترک. و دوباره باز پذیرش، پذیرش رو تمرین کن. پذیرش اون چیزی رو که من نمیتونم تغییر بدم، شخصیت خودم، شخصیت طرف مقابلم. نمیگم توی به مرور زمان آدم یه سری گاهی عادتهایی داره که خیلی ازشون راضی نیست، کار میکنه روشون، ولی خب اینقدر آسون نیستش که با یه اراده یه ثانیه ما یه هم من از این رو به اون رو بشم، یه هم تبدیل بشم به یه آدم صبور با حوصله. در چه پذیرش هم دیگه. و آخرین مهارتی که خیلی تمرینش کنیم این هستش که خودمون رو یاد بگیریم چطوری تسکین بدیم و بعد از اون طرف مقابلمون رو بتونیم تسکین بدیم. چون که گفتیم که فلادینگ یا همینی که وقتی من غلیان درونم به وجود میاد، ضربان قلبم میره بالا، اونجا هستش که انگار سیستم منطقی مغزم دیگه میبنده و میریم دیگه توی فاز اینه که اومدم بجنگم برای خودم، برای اینه که برای بقای خودم. اونجا هستش که ما دوچار مشکل میشیم به هم خاطر که هی میخوایم که این تسکین فیزیولوژیکی خودمون و همسرمون رو بیشتر و بیشتر تمرین کنیم. اگر این مهارت ها رو بیشتر و بیشتر تمرین کنیم، اون موقع خیلی چانس بیشتری داریم، شانس بیشتری داریم که بتونیم این مشکلات قابل حل رو بتونیم راجبشون صحبت داشته باشیم و به یه جای مشترکی برسیم، جایی که جفتمون هم کامپرومایز کردیم و کوتاه اومدیم. این راجع به مشکلات قابل حل. الان بریم سراغ مشکلاتی که قابل حل نیستن، مشکلات ماندگارن. گاهی مشکل راجع به مسائل خیلی اساسی هم، مثلا راجع به مسئولیت پذیری، راجع به بچه ها، راجع به نوع تربیت بچه ها، راجع به رابطه جنسی که ما میخوایم با هم داشته باشیم، راجع به شرکت کردن توی کارهای منزل، نوع روابطمون با خانواده همسر. گاهی میتونه مسائل به این بزرگی باشه، گاهی میتونه نه، یه چیز خیلی کوچیکی باشه، ولی انقدر به مرور زمان این بیشتر و بیشتر شده که توی تحقیقات نشون میده که همون زوج رو 4 سال بعد آوردن دیدن یه سری دعواها دقیقا همونی بوده که دفعه قبل بوده. مثلا کیسه سطل آشغال که گذاشتی توش باید کناراشو بیاری بدی بیرون، یه چیزی بسیار سادگی شده، واقعا هیچ اهمیتی نداره، ولی 4 سال بعد طرف مقابلون رو آورده میبینیم که دوباره با سر همون موضوع، دوباره به یه بحث و دعوایی که به هیچ جایی هم نمیرسه دارم میرم. این نوع دعواها خیلی ریشه در تاریخچه و خاطرات کودکی ما داره. برای اینکه جلوگیری کنیم از اینا، درک و شناخت همدیگه و کودکی و آرزوها و رویاهای همدیگه خیلی خیلی مهم میشه. هر کدوم از این مشکلاتی ماندگار یه ریشه ای داره که رفته اون ته و توی وجود ما. گاهی اصلا همین سطل آشغال اینجوری کردن شاید میتونه برگرده به یه خاطره ای از من که پدر مادرم با من 3 سالم بود پدر مادرم سر این موضوع دعوا کردن. دونید شاید واقعا موضوع بی اهمیتیه، ولی وقتی 2 نفر این درک رو و این آگاهی رو از دنیای همدیگه ندارن و نمیدونن معنی این کیسه سطل آشغال اینجوری کن واسه طرف مقابلشون چیه، اون موقع است که شاخ تو شاخ میشن، هی با هم جنگ قدرت میشه. ولی اونجایی که این درک رو از همدیگه پیدا میکنیم، اون موقع راحت تر میتونیم پذیرش بکنیم. برای این کارم
باید رویاهای طرف مقابلمون رو بسیار کند و کاو بکنیم، همدیگر رو تسکین بدیم وسط دعوا و به یه سازش موقت برسیم. شاید باورهای اصلیمون رو تحت سوال بردن، ولی اگه بتونیم به یه سازش موقت برسیم میتونیم که یه ذره بیشتر جلو بریم و این دعواهای ماندگار رو یه مقدار حجمشون رو کمتر کنیم، به عبارتی یه جایی برسیم که بتونیم راجع بهشون یه گفتگو داشته باشیم، حتی گفتگویی که توش شوخی باشه. آره، باز سطل آشغال ما کیسهش اینوری بوده و اونوری، و دو طرف راجع به این موضوع بخندن، نه به هم دیگه بلکه به این موضوع بخندن که آره این موضوعی که حل نمیشه و همینجوری ادامه پیدا میکنه. من وقتم خیلی کمه، میخوام سریع برم سراغ آخرین و هفتمین راهکارمون که ساختن معنی مشترک زندگی. گاهی ما میبینیم که دو نفر با هم زندگی خوبی دارن، دعوایی ندارن، همه چی خوب پیش میره، ولی وقتی میری به عمق میبینی که این دو نفر انگار که هر کدوم یه زندگی داره واسه خودش میکنه. اینجاست که خیلی اهمیت پیدا میکنه که یاد بگیریم چطوری یه معنی مشترک برای زندگی بسازیم. 4 تا ستون معنای مشترک داریم. یکیش آیین و آدابهای مشترک با هم تعریف کنیم. سر سفره غذا با هم نشستن، تولد گرفتن، عیدا رو چطوری برگزار کنیم، یه سری چیزای مشترک با هم داشته باشیم. حمایت کنیم همدیگر رو توی نقش‌های مختلفی که داریم، نقش پدری، نقش مادری، نقش عروسی. من بدونم که همسر من نقش عروسی من، عروس بودن من رو حمایت میکنه پیش بقیه. اهداف مشترک با هم بسازیم و برای رسیدن به اونا تلاش کنیم، با هم دیگه این هدف مشترک رو ببریم جلو و ارزش ها و سمبول های مشترک داشته باشیم. گاهی اینها مسئله مذهبی میشه، سمبولش میشه مثلا یه جانماز، یه دونه خاک، صلیب، یا غیر مذهبی میشه مثلا چقدر جفتمون دیدگاه مثبت نسبت به دیوان حافظ داریم، چقدر وصل میشیم به هم دیگه وقتی میشینیم اشعار مولانا میخونیم، یا یک چنین چیزهایی که یه معنی ارتباط عمیق‌تر بین ما به وجود میاره رو بیام بیشتر باشون راجع بهشون کار بکنیم. فکر میکنم 2 دقیقه فقط وقت داریم، ببخشید. بله، فکر میکنم که 2-3 دقیقه وقت داریم. خیلی ممنون زهرا جان، در این فرصت کم خیلی جامع و کامل توضیح دادید. من میخواستم از دوستامون دعوت کنم که از این فرصت استفاده کنم و از شما بخوام که اون پرسشنامه رو براتون بفرستین. فکر میکنم خیلی کمک میکنه، شاید این یک نقطه آغازی باشه برای خیلی از زوجا که بتونن زندگی قشنگتری داشته باشن. حالا ممکنه که الان همه واقعا در حالت بحرانی نباشن، ولی چرا که نه، خب میشه شادتر زندگی کرد، میشه، چون آدم با کسی که داره زندگی میکنه قطعا دلش میخواد با اون لحظه های قشنگتری رو بسازه. میخواستم از دوستانمون خواهش کنم که از این فرصتی که شما لطف میکنین در اختیارمون گذاشتین استفاده کنن، نهایت استفاده رو میکنن. از شما بخوان که اون پرسشنامه رو براشون بفرستین و اگه سوالی دارن، دوستی سوال پرسیدن که با اون مسائل شخصیتی، یعنی شخصیت متفاوت افراد که حالا خیلی تفاوت وجود داره، اونو چجوری باید منیجش کرد، که فکر میکنم تا یه حدی شما توضیح دادین. اگر زهرا جون توضیح دیگه در این ارتباط میتونین توی 1 دقیقه به ما بگین، خیلی ممنون. ببینید، میشه بس یکی از مسائل مهمی میشه که گاهی حتی دلیل جدایی ما میتونه بشه، به خاطر اینکه این تفاوت بسیار شکاف بسیار عمیقی هستش که دو نفر ما دیگه واقعا نمیتونیم، و این میشه یه جدایی مثبت و خوب، به خاطر اینکه بالاخره هر کدوممون یه ارزش ها و یه مدلی هستیم. اگر طرف مقابل من واقعا توانایی این رو نداره که این رو بپذیره، چون باز میگم پذیرش بیشترین تا هیچ چیزی رو نخواهیم تونست عوض کنیم. اصلا اینجوری نیست بگیم ما بریم زیر سقف بعد میتونیم عوض کنیم همه چی، نه، متاسفانه. پذیرش و اگه به اون مرحله رسیدید، خواهش میکنم با یه مشاور، با یه کسی که توی این زمینه آگاه تره، با هم صحبت کنید، کمک بگیرید. خیلی میتونه کمک کنه زندگی رو قشنگتر بسازید. حتما همینطوره. خیلی ممنون از این جواب کامل
در این حالی که انشاءالله. وقت بسیار کم هستش. من خیلی سریع یاد میخواستم یه چیزی رو یادآوری کنم. احتمال داره که خیلی از دوستان این کتاب رو خونده باشن یا دیده باشن، شما هم همینطور در جان. کتابی هست مال آقای شل سیلورستاین به اسم دایره، که دوتا دایره در واقع اول یه بخشی از یه دایره است، بعد میشه نیم دایره. زمانی در واقع این دوتا دایره میتونن در کنار هم خوشحال باشن که هر کدومشون دوتا دایره کامل هستن. اونجایی که شما فرمودین که توجه کنیم به خودمون، خواسته های خودمون، و اینکه حالا دوران کودکی بیشتر راجع به خودمون شناخت پیدا کنیم، من یاد کتاب دایره افتادم که 100% واسه داشتن یه رابطه خوب اول خواهد بهتره که خودمون رو بشناسیم. بعد اون وقت میتونیم، وقتی خودمون رو بپذیریم، میتونیم طرف مقابلمون رو هم بپذیریم. یعنی پذیرش من فکر میکنم باید از خودمون شروع بشه، با همه نقصایی که شاید خودمون از خودمون خبر داریم. با خودمون که مهربون باشیم، میتونیم با دیگران هم مهربون باشیم. من خواهش میکنم که شما اگر جنبندی دارید کلام آخر رو شما خواهش میکنم. ممنون از لطف شما. خوشحالم، امیدوارم که مفید بوده باشه برای دوستان. اگر سوالی هر چیزی باشه من باز در خدمتتون هستم. خیلی سخت بود همه مطلب رو توی 2 تا 40 دقیقه خلاصه کردم، و کتاب رو هم اسمش رو هم نوشتم توی در واقع چیزم گذاشتم، کتاب جولین جان گاتمن، با جزئیات کامل همه اینها رو توضیح داده. 7 principles for making marriage work، نمیدونم فارسیش هست یا نه، باید یه تحقیق بکنم ببینم فارسیش هست یا نه. خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم، متشکرم و من خدافظی میکنم. خیلی ممنون زهرا جان، لطف کردین. من از دوستانی که حضور داشتن تشکر میکنم و سلام مجدد عرض میکنم به دوستانی که بعدن این لایو رو میبینن. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. ما میتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم از طریق گروه بهداشت و سلامت روان کنگره ایرانیان کانادا. با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو حتما برای ما بنویسید که بتونیم در برنامه های بعدی از اونها بیشتر استفاده کنیم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.